چیزی میخوای درصدش رو به دست بیاری ضرب در صد میکردی. خب ضرب در صد میکنی درصدش به دست میاد، برعکس رفتار کنی دو رقم. اما این جدوله رو بچه اگه بهش مسلط بشن هر جوری طراح بیان کنه بچه ها میتونه جواب بده. عالی عالی. نکن همه اونها رو بهت گفتم به این جدوله برسم. خیلی خوبه. لپ کلام ایناست. بریم بریم یه قسمت دیگه. این دفعه میخوام بهت بگم 52% مقدار اولیه یعنی نسبت ثانویه شده 48%. بله. اگه نسبت ثانویه بشه 48%، چه نسبتی ازش چرا میگیم نسبت ثانویه؟ این که مقدار ثانویه است. نه نه نه. مقدار ثانویه مثلا اونجا سرعت اولیه‌مون بوده 50. خب مقدار ثانویه‌مون بوده 60. آره. اون مقدار میشه. آها. این نسبته. درست. نسبت به اون اولیه چقدر تغییر کرده؟ چه نسبتی تغییر کرده؟ مثلا تو مثالی که داشتیم گفته بودیم 2/5 مقدار اولیه افزایش. آها. اون 2/5 میشه نسبته. درست. اما مقدار افزایش مثلا میشد اون مقدار یادم یه خب آخه ما هم اینجا داریم مقدار به دست میاریم. نه 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 نه. الان مثلا میگیم نسبت ثانویه شده 48%. یعنی مقدار ثانویه 48% مقدار اولی است. آها چون اون با عدد یک داریم بازی میکنیم اون نسبت درست میاد. 48% به روی یک همون عدد 48% میاد. درگیرش نشید اتفاقا بهتره. بیان اینجوریه. آقا 67% مقدار اولیه زیاد شد. حالا مقدار اولیه چی بود؟ کاری نداریم. بله. مقدار ثانویه نسبتش به مقدار اولیه میشه 1.67. بله. یعنی مقدار ثانویه 1.67 مقدار اولیه است. آره. نسبتشون به هم میشه یعنی ثانویه رو به اولیه تقسیم کنم میشه 1.67. آره دیگه 1.67 V1 به روی خود V1 V1 میرفت میشد 1.67. اوکی. حالا این سوال میگه آقا نسبت ثانویهش 48%. یعنی ثانویه 48% مقدار اولیه. بله. است. یعنی چه نسبتی ازش کنده؟ 52% مقدار. یعنی بعد اگه بخوام نسبت رو اینجا بگم بعد بگم 52% مقدار اولیه کاهش. بله. قبول. همینو بیا به درصد تبدیل کنیم. 52% مقدار اولیه اگه کم بشه اینو ضرب در صد کن میشه 52 دیگه. درسته. آره. میشه 52% کاهش درصد ثانویه. اون میشه 48%. تمام شد. گرفتی؟ اوکی. حله. به نظرم اینا رو پلی کنیم بچه ها خودشون به جواب برسن. سه تا مورد بعد یا نیاز خودمون تحلیل کنیم. ببینم کدوم این تغییر کرده قضیه. آها قضیه آره. کس رو بودن. بریم بریم. کس رو بودن. خب یه چهارم رو خب همون 25% بگیریم. یا مقدار ثانویه رو میخوام به دست بیارم. آها. اولیه رو 4/4 میگیریم چون مخرج این 4 داره هم دلوقتي. مخرج میکنم اولیه یک یا همون 4/4 افزایشه 4/4 با 1/4 جمع میشه چون افزایشه میشه 5/4 یا همون 1.25 درصد تغییر. خب اولش 100 بوده 1/4 یا 25% بهش اضافه میشه میشه 125% یا 25% افزایش مجموعه میشه 125. یه چیز جدید دیگه 2/3 مقدار اولی این دفعه کاهش. خب بریم اولی یه چیز بگیریم که اولی یکه یک. اینم مخرجش 3 پس اون یکه رو بگیرم 3/3 3/3 2/3 ازش کم کن میشه 1/3 یا 33% تقریبا 1/3 حدوداً 33%. بله. 2/3 حدوداً 66%. بله. اینا رو بلد باشه مثلا 1/4 25%. آره کسره آبدوغی رو توی محاسبات هم توضیح دادیم. حله. درصد تغییر 2/3 مقدار اولی تغییر کرده 2/3 مثل چند از صده 66. آره یعنی 66% کاهش داشت. درصد ثانویه اولش 100% بود 66 تا کم کن حدودا میشه 33%. بچه اینا رو ابزارهاییه که توی محاسبات با خودم هم کار کردید. کسرای آبدوغی 1/3 33 66 1/4 1/4 1/8 همه اینا رو کار کردیم ابزار بود خیلی هم به درد. یه چیز جدید دیگه خب 2/2 مقدار اولیه میخوام افزایش بدم. یعنی هرچی بوده همونو کپی کن رو خودش. 2/2 آه ببخشید آها یعنی 1 بوده 2/2 به اندازه 2 باید بذار خود 200% میشه.
200% افزایش میشه. آره. اول با نسبت بریم. اولش چنده؟ یکشه. یک. دو تا باید بذارم رو خود همون یکش که بشه